Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Ben Zehra Gafuri, Türkçe öğretmeniyim ve bugün konumuz ünlü ve ünsüz harfler. Salam dostan, hoş geldiniz. Ben Zehra Gafuri هستم, معلم زبان ترکی. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز موضوع درسمون حروف صدادار و بی صدا هستش. Şimdi başlayalım. Biliyorsunuz ki ünlü harfler iki kısımdır. حرف های صدادار به دو دسته تقسیم میشن. کلن و اینجه. حروف کلن یا حروف زخیم یا همون کلوفت و حروف اینجه یا نازک که چون یکم نازک تر تلفظ میشن یک کوچولو خفیف هستن بهشون میگیم اینجه. شیمدی کلن حرف لری سویلیجم. حروف کلن رو میگم. تکرار کنین لطفاً. تکرار ادلیم. آ ای او U. Şimdi ince harfler. E, i, ü, u. صداها خیلی نزدیکه به همن. به خاطر همین باید تکرار زیادی داشته باشین تا این حروف و این کلماتی که با این حروف نوشته میشن توی ذهنتون بمونه و تلفظ درستی رو داشته باشین. و این رو هم یادتون بمونه که کلمه ای که ترکی باشه ریشه خودش یعنی از مال خود کشور ترکیه باشه و از کشور دیگه ای نشأت نگرفته باشه اگر یکی از حروف صدادارش کالن باشه بقیه حرفاش هم کالن هست. مثلا آرابا ماشین. آرابا اگه به دیکتش توجه کنین با آ نوشته میشه. آ یک حرف کالن هستش و پس بقیه حرفاش هم کالن می نویسه. اما مثلا جتول اگه به دیکته جتول توجه کنی که به معنی خطکش هستش با ا نوشته شده اینجا و این کلمه کلن مال خود ترکیه است و از کشور دیگه نیومده پس بقیه حروفش هم اینجا نوشته میشه. اما کلماتی مثل کلمه جامل و کالم که در اصل ریشه عربی دارن. کالم همون قلم هستش. کالم رو اگه به دیکتش نگاه کنید آش کالنه اش اینجس ترکیبی از دوتا حرف اینجه و کالن هستش. جفتشون اونلوان یعنی بی صدادار هستن اما چون از کشور دیگه وارد شده و مال خود این کشور نیست ترکیبی از دو تا بخش کالن و اینجه هستش. و یا جامع به معنی مسجد یا همون جامعه. این کلمه هم باز چون از کشور دیگه وارد شده و مال خود ترکیه نیست دیکتش میتونه توی دیکتش متفاوت باشه حروف یعنی هم کالن هم اینجه. اما کلماتی که مال خود کشور ترکیه هستن و از کشور دیگه نشأت نگرفتن گفتیم اگر یکی از حروفشون کالن باشه بقیهش هم کالنه بقیه حروف هم کالنه و اگه اینجه باشه بقیهش اینجست. مثلا اورتمن معلم. او چیه؟ حروف اینجه هستش پس بقیه حروفش هم بقیه حروف صدادارش هم ما اینجه می نویسیم از کالن استفاده نمی کنیم. یا مثلا یلدز. یلدز به معنی ستاره هستش. ای کالنه پس بقیه حرفاش هم کالن نوشته میشه حتی وقتی که جمع بسته میشه مثلا یلدزلار سویلریز یعنی ستاره ها. آ میگیم ا نمیگیم اگر اینجه باشه ا میگیم. تمام امارم که بگون که ویدیونو چوک بین میشتنیز دیر بگون کنموز کالن و اینجه ایدی یا دا اونلو و اونسوز حرفلر. Ünlü harfleri söyledim ama ünsüz harfleri diğer videoda söyleyeceğim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. خب دوستان توی ویدیو امروزمون در مورد حروف صدادار صحبت کردیم که به دو دسته تقسیم می‌شدن کالن و اینجه. امیدوارم که ویدیو رو پسندیده باشین اما در مورد حروف بی صدا توی ویدیو بعدی صحبت خواهیم کرد. روز خوبی داشته باشین. خدافظ.